بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به پایان برای تمام کسانی که در این جلسه سالانه حضور یافتند و البته این هر یک تای شما این قرضیه و فرضیه و دین شما بود که این مسئولیتی که شما بر دوش گرفتین و در یک حرکت حضور یافتین، خلاصه این یک دین ایمانی شما بودک و تشکر که شما امروز درباره مبارزه هستین و خودتون هم چون یک مبارز حس میکنین، از این چیز من مینداری میکنم. خب و راستی همیشه هم یک امر طبیعی است در هر دور و زمانه و در هر حرکت و در هر یک گروه تغییرات ها و ایلاوگی ها و خلاصه ایجاد می شود، وارد می شود این چیزا. از همین خاطر حرکت سیاسی گروه 24 هم از این حرکت ها و از جامعه استثنا نیست، باز هم امسال قرار قبول کردک و این قرار را در حضور شما پیشکش میکنم. شورای سیاسی حرکت گروه 24 همیشه این امر را ضرور دانسته، برای بهتر ساختن حرکت برای این سال جدید که دیروز تاریخ 4 ینور سال 2020 چندین تغییرات و ایلاوگی ها را وارد کرده و قرار را قبول کرده. اول یکی از بخش های مهمی که در حرکت سیاسی گروه 24 نبوده و حرکت این بخش را دارا نبود، بخشی فرهنگی بود. در این سمتی بخشی فرهنگی برادر عبیدالله ناصروف که مقیم شویتسی است، برادر عبیدالله ناصروف را مسئول این بخش تعیین کرده. دوم مسئول تبلیغاتی، و برای همه ما و شما معلوم است که در این قسم برادر مصطفی حیاتوف بود. سرگذشت مصطفی حیاتوف را همه ما و شما میدونیم. خلاصه در این بخش تبلیغاتی برادر علی خان کبیروف که مشهور به حاجی علی است، این مسئولیت را به برادر علی خان کبیروف دادند و این مسئولیت را به عهده گرفت. نقطه سوم، تا امروز در هر کشور حرکت سیاسی گروه 24 یک نماینده داشت، چی در اروپا باشه و چی در روسیه. خلاصه در نقطه سوم در کشور اتریش برادر خورسند نجم‌الدینوف نماینده حرکت سیاسی گروه 24 تعیین شد. و نقطه چهارم برادر عبدالله رحیموف در گرجستان که به گروزیا مشهور است، برادر عبدالله رحیموف را در گروزیا نماینده حرکت سیاسی گروه 24 تعیین کرده. این مسئولیت های جدیده بود که برای اعضای خود حرکت تعیین کرده و ما همچون جانشین راهبری گروه 24 و از نام حرکت گروه 24 برای این کسایی که این مسئولیت را قبول کردند و این امانت بزرگ را قبول کردند موفقیت خواهانم. اولا بعدا دعاگو هستم که در این مسئولیت استوار باشند. و نقطه دیگری که قابل ذکر است و باید گفت که همیشه هر حرکت اعضاهایی که دارد
آزادانه وارد او حرکت میشوند و آزادانه از او حرکت خارج میشوند. و بعضن وقتها حرکت تصمیم میگیره بعضی اعضاهای خود را از حرکت بیرون کند. خب و حرکت سیاسی گروه 24 هم در این هم استثنا نیست. از همین خاطر با قرار شورای سیاسی حرکت گروه 24 عبدالرشید حامیدوف از حرکت گروه 24 بیرون کرده شد و همچنان نظام الدین نصرالدینوف، این برادر هم از حرکت گروه 24 یعنی رسما خارج کرده شده و دیگر در دیگر بعضی اعضاهای هستند که اصلا نام و نشانشان به جامعه معلوم نیست. و خلاصه حرکت گروه 24 اخراج کردن همین برادرها را برای حرکت اصلاح دانست. از حرکت یک چند برادر دیگر هم از حرکت بیرون کردک به خاطر که خلاصه بعضن وقتها کارها و رفتارهای این اعضاها مطابقت به حرکت نمیکنند و حرکت ای را صلاح میدونه برای خاطر اخراج کردن اونها. از همین خاطر حرکت خلاصه ای دو برادری که نامشون را ذکر کردیم با چند برادرهایی که نامشون در جامعه معلوم نیست و قابل ذکرم قابل نیست که اونها را نامشون را ذکر کنیم. و یک نقطه دیگری که من خواستم در اینجا ذکر کنم فراموش کنم، از جمله مسئول امنیتی و اقتصادی هم حرکت گروه 24 تعیین کرده. خب این قرار شورای گروه 24 بود که این قرارها را در سال 2020 4 ژانویه قبول کرده. خب موضوعی که من میخواهم در این باره صحبت کنم در باره مسئولیت هست. البته حضور یافتن ما در این جلسه یا در هر جایی که باشد ما همیشه برای خودمان یک مسئولیت حس میکنیم. مسئولیت اگر ما از یک تای شما سوال بکنم مسئولیت چی را میگن؟ شاید به همون اندازه فکر خودت اما قدر که میدونی اما قدر جواب بدی. حتی یک کودک اگر بگوی که مسئولیت چی هی؟ اگر به لفظ عادی ساده تر از او بپرسی که یعنی که ترا پدرت چیکار گفته است بکن؟ میگه مرا پدرم گفت که همیجا را برو. همین قدر او میدونه که مسئولیتی ما یعنی که یک کاری که ما به عهده گرفتم باید همیجا را ما توزه کنم. یعنی هر انسان به همین اندازه میدونه اما مسئولیتی که ما و شما داریم او فراتر از اینها ای. مسئولیت اساسی چی را میگن؟ مسئولیت اساسی اون هست که معنای اساسیش انسان همیشه او چیزی که می اندیشه فکر میکنه اصلا خوب بدی او را اصلا تشخیص میکنه. راهی که ما و شما انتخاب کردیم راهی خطرناک های و هر کس هم این راه ها مثلا انتخاب کرده هم نمیتونه. شاید بعدا این آهسته آهسته این راه انتخاب کنن اما این مسئولیت و این امانت که بزرگه که حتی پیامبرا هم این مسئولیت در دستشون داشتن ببینین که این مسئولیت برای خودشون یک امانت بزرگ دانستن و امروز هم برای ما و شما انا میسر شد که خداوند این همین مسئولیت برای ما گذاشته. خب راجع به این چیزهای و تغییرات و الوگی هایی که ما در قرار قبول کردیم مسئولین که تعیین کردیم از اما خاطر من خواستم که در یه باره صحبت کنم. انا ایج راستی اگر از نگاه دینی اگر ما صحبت کنیم راستی مسئولیت یک موضوع خیلی بزرگ است که خداوند در قرآن میگه که وقفوهم اینهم مسئولون، اینها را وادارید به قپنشون بستن اینها مسئولا بدن یا را به قپنشون بستن یا را نمانین که حال حساب کتابشون اثر نکنین. وقفوهم قرارشو بتین اینهم مسئولون اینها مسئولین بدن. انا این مسئولیته که اگر از نگاه دینی اگر ما ببینیم آیت های بسیار زیاد های
در همین قسمت راستی یک شعری که راستی همیشه عادتا ما سخن ها ما در شعر ربط میتیم، در همین رابطه یک شعری است که من میخواهم برای شما بخونم. شاعر میگه که به نام محمد نظیر ظفر، نویسنده شعر، میگه که سوخت میهن، کس نگفت کاری من است، کس نگفت این جرم کرداری من است، کس نگفت این جرم کرداری من است، قتل ها شد، کس نگفت من قاتلم. یعنی هیچ این شعر چی معنا داره؟ معنیش که هیچ کس یگان جرم قبول نکرد، هیچ کس این مسئولیت به دوش خودش نگرفت. قتل ها شد، کس نگفت من قاتلم، کس نگفت این ظلم رفتاری من است، چور شد مال و متاع هموطن، کس نگفت مالی وطنداری من است، مکتب و دفتر به آتش در گرفت، کس نگفت از ملت خاری من است، خصم بر دزدی به میهن سر کشید، کس نگفت این دزد همکاری من است، زن بزری دره و سنگسار، خب زن بزری دره و سنگسار من است، خب کس نگفت این خواهر زار من است. شما تصور کنین این شعر هر یک مصرعش یعنی که یک مسئولیت ها، یعنی هیچ کس مسئولیت به دوش نمیگیره. زمانی که جرم ها تکرار میشوند، یعنی هیچ انسان مسئولیت به دوش خودش نمیگیره. خلاصه در همین رابطه شاعر انا این چیز را ذکر میکنه. از همین خاطر صحبت ما طولانی نمیکنم. اگر که در این باره موضوع مسئولیت صحبت کنیم، راستی ایج آیت ها و حدیث هایی که راجع به این بزرگ اهمیتی ای چیزگر میزنن، مسئولیت یک انسان در خودش، مسئولیت یک انسان با همسرش، مسئولیت یک انسان با پدر و مادرش، مسئولیت یک انسان با جامعه، مسئولیت یک انسان در برابر ظلم، مسئولیت یک انسان در برابر خدا. یعنی هر یک انسان در اینجا یعنی که بخش های مختلفی داره که انسان در این باره یعنی که مسئول است. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تصور کنین، اگر چنده که در سال گذشته شاید این حدیث ما خونده باشم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگه که کلکم راعین، همه شما چوپانین، و کلکم مسئول عن رعیته. تصور کنین که در اینجا کلان و خرد و زن و مرد در اینجا مشخص نمیشوه، بلکه زن و مرد همه مسئولین. میگه اینقدر اهمیت این چیزا هم دین ذکر کرده گیای هم دین اسلامی را ذکر کرده گیای و هم تأکید کرده گیای در باره مسئولیت. تا وقتی که انسان حس مسئولیت نکنه، یعنی که انا دنیا بگیم در هم میخره. همی خیل اگر در هر حزب و حرکت یا که در هر جامعه انسان هایی که احساس مسئولیت نمیکنن، بی پروایی میکنن، مثلا اصلا این قابل گفتن شم نیستک. وقتی که ما از راه های دور سفر میکنیم یاییم، یعنی که ما احساس مسئولیت میکنیم، و شما هم وقتی که از راه های دور سفر میکنین شما احساس مسئولیت میکنین. این فقط در همون چارچوبه که ما و شما داریم. اگر ما فراتر از این بریم در باره جامعه خودمون، یعنی که هر یک انسان مسئولی در اینجا در برابر ملت، در برابر جامعه، هر یک انسان مسئولی که کار را باید انجام بتیه. از همین خاطر رسول خداوند در قرآن میگه که إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أولين چیزی
پروردگار برای انسان گذاشت و ایرا انسان قبول کرد. این عرضنا الامانت علی السماوات والارض، ما امانت را قرآن با داخلش هر منهجی که بود، هر قراری که ما قبول کردگی بدیم، پیشنهاد کردیم برای آسمان ها و زمین و حتی برای تمام مخلوقات، یگانه مخلوقی که ایرا به دوش خودش قبول کرد، این مسئولیت قبول کرد، فقط گرفتن کتاب نبود، بلکه در درون او هر چیزی که آمادگی بود او را ما باید قبول بکنیم. این عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان، انسان بود که ایرا به دوش خودش قبول کردگ. یعنی که ما گفتم که پیشتر نه این که فقط قبول کردن او فقط یک کتاب دک، بلکه او را در داخلش هر منهجی که آمادگی است، هر قانونی که آمادگی است، او را ما باید قبول بکنیم. از همین خاطر امروز راه ما مبارزه بر ضد ناعدالتی ها ای، و برای این هم قرآن کریم منهج گذاشتگی ای که چرا خاموشی، چرا خاموشی، بلکه هر یک انسان خطاب کردگی است که شما نباید خاموش باشین. خلاصه در این موضوع واقعا این نیاز به یک بگیم که درس بسیار کلان داره، از بس که وقت ما بسیار کم است و ما سخن برای دیگر ها میتیم و در همین جا خاتمه میبخشم سخن، و امیدوار هستم که کسانی که مسئولیت به دوش خود گرفتگی هستند و کسانی که تا امروز مسئول بودن و در آینده هم مسئول هستند، در مسئولیت خودشون استوار و پایبند باشند و شما هم مثلا احساس مسئولیت داشته باشین که خودتون از یک راهبر یک حرکت حتی کم نگیرین، و انشالله که زمان میرسه که پروردگار این امانت برای شما هم میتیه، و امیدوار هستم که او روز برای همه ما برسه که یک مسئولیت به دوش خود بگیریم و همچو یک امانت سالم برای دیگرها برسانیم. و امیدوار هستم که از این صحبت ها اگر چند که کم بدک یک نفعی برای خودم و برای شما رسیده باشه. تشکر زیاد.